عالم هیکل های عجیب و غریب. این مجسمه های خرد و بزرگ در حالتی آماده شوی هستند. وقتی که اینها رنگ و بار می شوند، بعدتر یک موضع تاجیکستانی عزیز را حتما که زیب خواهند داد. دوستان عزیز، ما با کارگاه یکی از هنرمندان معروف کشور محمود بابایف آمدیم تا از فعالیت ایجادی ایشان برای شما گفته باشیم. رفتیم. درود دوستان. سلام. شما خوبه؟ سلامتان خوب. رحمت گشتیم. ما آمدیم که کمی با عالم هنری شما، با عالم ایجاد شما آشنا شویم و این نمونه های کار شما خوب هستید. این شب روزا در چی کارو هستید و من چی کارهای ایجادی را انجام میدم؟ حالا در عین زمان، من پیش از آغاز که درباره هیکل سخن کنم همراه شما، هیکل تراش بنیاد کسبی من کسب هیکل تراشی بنیاد قین است. این قینترین کسب است در صنعت تصویری. بنابر همین در همین جمهوری تاجیکستان دو نفر و سه نفر باقی مونده. بعضی هیکلایی که میبینه بسیار دغل هستند استاد. همین در بعضی از جاها همین گونه هیکلا هست که بسیار دغل هستند، نفاست ندارن در اونجا. به هر حال کاری هنری است، باید یک زیبایی در آن نهفته باشد، باید یک مهارت خاصه اون ساخته شده باشد. بله، مثل هیکل اسماعیل سامونی که در اینجا من همین من بوری اول سال 2006-07 برای رایان حصار وای کرده بودم. بعد برایان وحدت، برایان جلیکول و خیلی خودی رایان خراسان دعوت کرد. من چیزی که اون زیرمجی دیدی سادید همه خیلی سختگیم. در اونجا شهرها از روی شهرهای قدیمه، حصار، کافر قاله، هول بوگ، اجنه تپه، از همون خودی بونجکنتی پیشتره گرفته، یعنی شهری تاجیکی سختم هم. این یکی از منومنت های کلانترینی اجینه تیپا در 18-20 کیلومتری نزدیکی رایان وخش جایگیر شده است، در وادی وخش. پیش از این معاین کردن علمان روس در عصرهای 18-19 به وادی وخش سفر کردن و معاین کردن که در همین وادی همه خیلی کاری منومنتالی کلان است. یکی از علمان مشهوری روس ارخیولوگ بریس لیتوینسکی سال 1962 شده است و این قسمت به قسمت بریده این 13 متر است. با خودی ارمیتاج لنینگراد بردن. این اسکیزی دوره ساسانی است. 2014 وقتی که ما همین اسکیز رو کردیم برای قلعه کلوب، در خودی کلوب در دو طرفی دروازه قلعه همین ابرازی دوره ساسانیان، چهل آنها به جنگ می رفتن، چهل آنها به طرف سودا می رفتن، همین ما در خودی کلوب تحریزی کردیم و یاد معقول شد. از خوردی من همین شوقم در سنگ است. من ارزشم در سنگ سر چهره را همین زوبیل هسته، همون اسکنه میگن به زبان تاجیکی، همین مو میتراشیم. مثال ابراز که این مثال خودش در خود دریا اومده است، فقط اینجا کم تر کار کردن در کار که مثلا خارجی ها ده همین بای معقول شود، همین چهره معقول شود. مثلا چرخه وقت هم میگرد استاد، کم تر فکر میکنم باید کارش سختر باشد با اسکنه کردن. این همون وقت هم میگرد دوره همون اتحاد شوروی ده قهرمان مادر میگفتن. بنابر همین سبب من در همین ابراز همین مادری تاجیک رو ایجاد کردم که در دست هم کودک هم در دامنش کودک ها میسون. یعنی این هم از گچ ساخته شدگی است، ابرازی مادر. استاد به قسمت دیگر میگذاریم اونجا استخوانه شما مایلش خوب شد. هیکلچه های خرد که معلوم است، مثلا با گیل با دیگر مثلا گچ ساختن می شود، ولی هیکل های بزرگتر که استاد میبینه مثلا کلون هستند، اونها رو چگونه میسازید؟ مثلا ساختنشون چگونه است که با سیمنت هستن اصلا فکر کنم؟ پیش از همه ما با کارکاس میکنیم بعدی کارکاس کردن در بیرون لوی سرخ دیدید. بله، از لوی سرخ چهری همون این یا اون نمودی حیوان های نادر میبروریم، مثلا خودی قوز، من این قالب قوز. خب بعد که در لوی بود شد، بعد از دو قسمت این رو ما وای میگیریم، خلاب میگیریم، این قسمتی گردن و قسمتی شکم. یعنی که مثلا خودی فزن وقتی که از لوی برو وردیم و ما از گش در گش با کمدیوم رو میتراشیم، قناتاش رو میتراشیم، مثلا نول بریچر. بعد از این گریته دو طرفه خلاب، اگر به شرطی که خودی مثلا اوهو مثال گوش دارد آخر بسیار قین است، مثال برای همین اونها رو ما با یک چند قسمه این کسکوهای فرموفکه میگویم، یعنی قسمت قسمت کرده
همینه ما قلاب میگیریم بعد قلاب گرفتن از گچ داخلی وقتی که قاق شد رنگ میکنیم رنگ های نقص میکنیم بعد با روغن های مولدنی آهن و بیتون کارکس کرده بعد خودی همون حیوانی که خودی مثلا پرنده رو میبروریم پس این با کار کرد میشد دیگر نمودی هیکل ها مثلا کاغ مثلا منمی خودی وای کاغ منمی قلابی کاغ است پس از همین قلاب بر اومدن مثلا من خودی فزان این حیوان پرنده نادر است مثلا در خودی کوه قرامه و قسمت جنوب تاجیکستان می شود منم اینه وقتی که مو وای کردیم از خودی قلاب بر آوردیم بعد اینا خوش روی کرده رنگ بور رنگ بور رنگ بور خیلی سرتر شاگرد میکند از این من کسی سالون بک وای رسیده است سرتر شاگردو میکنن ها خودی مثلا زرگوش خودی زنبروغ خودی مثلا من در اونجا دیدید کاوک خودی سنجاب من اوهو بچه اوهو برا من همین رو همشه با واسه قلاب ما میبروریم و رنگ های بینید قیمت قطعی رنگ هایی که ماشین در رنگ میکنن هم در آفتاب هم در آب هم در نمناکی میستن بعضی جای های هستن که 4-5 سال کار های مایی سوده ساز ریگان خیل از بالای ما از کاری ما شکایت شدگی نیست و استاد میدونید بیشتر برای من چی عجیب بود در کارهایش ما دو چی رو دیدم عالم طبیعت و تاریخ بله. یعنی بیشتر به همین چیز ما تکیه کردگی هستید کارهای تاریخی دارید و عالم طبیعت این عشق شما به تاریخ و طبیعت است چگونه است من از همین خوردم به تمام نواحی و تمام کوه جمهوری تاجیکستان پای پیاده گشتم بایگری جمع نکردم قطار کوه حساب کی پای پیاده فروندگم قطار کوه درواز قطار کوه قراتگین پیوتر یک پامیر شرقی بدخشان طرف وادی کلوب جنوب طرف شمال من فقط گشتم بغیر از فدراسیون روسیه در دوام حیات عمرم من بسیارتر تاریخ را دوست می‌دارم سیاحت را دوست می‌دارم بعد وای افریدنی همین یکون کارای ایجادی بی بی کلون همون که کلونگر که بود برای همین هم همین یک چیزی باشد که یک کس شاقمند شود گیرد استاد گفته در بعضی از موزه های شهر دوشنبه کارای شما به نمایش گذاشته شده است دیگه داره می شود خب می رویم این کارایتان رو ببینیم بله می شود استاد درباره همین کارهایی که اینجا به نمایش گذاشته می خواستم کمی معلومات گیرم این کار چی نام داره؟ این کار ابرازی سال 1982 در استخوانه در شهر نارک تراشته شده است این سنگ سنگی سرخ کرسنی پیچنگ میگوین سنگی سرخ همینگ از سنگ است همه سنگ است بعد در ویست طبقه بین المللی این کار ایجادی من اشتراک کرده است این نامش عروسی سمرقند عروسی مراقند این هم سنگ است سنگی سفید است مرمر سفید است این اسکیزی دیپلومی کار دیپلومی هیکل تراشی من همین است این همین است اسکیز انگوره که من برای نوای تراشی بودم برای کالج رسامی به نام میرزا رحمت دانیور در وقت تموم کردن و همین گونه کارهای بیشتری دوره جوانیتون در اینجا بنمایش بله، شده بله 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 خب و این ابرازی دختر است از سنگی توفا از سنگی توفا سنگی توفا که فقط در ارمنستان می شود همین رو من با زوبیل تراشتم این سالی 98 این سنگ رو به شما آوردن از کجا پیدا کردید؟ این سنگ رو همون استادی مو بگدسر رو وقتی که سالی 72 برای لیف نسلوت سنتی بنای ترسوزادو رو میکرد با ما یک چند دانه توفا کرد که اگر تونتون کار ایجادی کنیتون این خیلی ابرازی دختری کریستون است این سنگی محلی خودی شهر نورک است از همون حدود نورک من این سنگ رو انتخاب کردم بعد خودی همین سنگ رو تراشدم من فکر میکنم استاد از همه کاری سخت در سنگ تراشدن هیکل است بله از همه کاری سخت بله مثلا بله. با گچ ساختن الکی در داخل قالب است یا اینکه با گل ساختن که اینجا این ابرازی این افتابی من یعنی در اینجا 3 رمز 4 رمز تراشته شده است اینجا با خط فارسی افتابی من نوشته شده است من خودم نوشتم یعنی این سنگی خورو است به نهایت تراشنش قین است به نهایت برای پیدا کردن این سنگ ها استاد شما کوهستان می رفتید کوهستان هم می رفتم تمام نواحی های ریسپوبلیکه گشتم با خودم سنگ های خوص معین این سنگی به زبان روسی زیستنک رکوشنگ می گویم این سنگی سفیدی بایغازی است
از نزی گسی بایغازی اینا گرفتم. این دختری شمال نام دارد، این اوبراز دختری شمال نام دارد، سیورنه دیوش که ده گفته این رسوه نمیخیل نمیخیل تراشدگی هم این سنگ رو. این کارهایی که مثلا در سنگ میکنید کارهای مثلا خورد شما را دیم، ولی این کار رو فکر میکنم وقتی بیشتر رو طلب دارد. این با یک ما دو ما وقت میگرد، در وقتهای جوانی در همون شهر نورک استخونه داشتم، هم مکتبی رسامی شهر نورک در کار میکردم. خیلی این یکی از چهره هایی که دختری زیبا بسیارتر من همین بانوها رو انتخاب میکنم در سنگ میتراشم. چهره های واقعی هستن یا تخیلی هستن؟ تخیلی، بیشترش تخیلی هستن. فکر میکنم از همین فکر ریختم. این خیلی همین ابراز است، ابراز سنگ است در اینجا، همین در سرزمین ما سنگ همین گونه در از رویه بود؟ در بله وابسته به قالب سنگ شما این را تراشدید؟ تراشدم ها. این هم چهره زن است؟ چهره دختر است. نمونه همین کور در خودی از گشت در اکترینبورگ در گرمانیا بود، من اشتراک کردم در ویسفکی بین المللی. این بودوشی ماما، یعنی در همین گل گرفته است در دستش، یعنی آینده ارزو داره، ارزو را که آینده مادر شانوزده نمیخید. بعد همون هیکلی که میتراشید وابسته به همون قالب سنگ شما را تشکیل میده؟ همون طبیعت خیلی که آفریده سنگ رو، این جوان مرد، این سنگ، سنگی، این هم سنگی بایغازی است. و این توقی تاجیکانه در سرش؟ توقی تاجیکانه در سرش، این هم چهره مرد است. عجیب، خیلی زیبا است. و اینجا یک کار دیگری عجیب است. خب، این هم چهره زن است؟ چهره زن است، نوم این بی بی ماه خالیس ماه نام دارد. این سنگ خوروی سرخ است، به نهایت در وقت زوبیل قطراشتن علو می براید از همین خودی همین سنگ. این سنگ به نهایت برای من قیمت است. با دست سفته کردیم من این همه با قیراق. عجیب. اون سالای پیش خیلی تکنیکوی وی نبود، سالای نه هفتاد. عجیب. سنگ. این سنگ را از کجا پیدا کردید؟ این هم از هیلوبین از این گسی نورک. شما همیشه جستجو میکردید سنگ های زیاد؟ دریوها میرفتم، لبی سایلوها میرفتم. این سنگ سرخ است، در اینجا سه نژاد، نژاد اروپایی، نژاد وای این منگلوید، ایش منگلوید و اینش وای نیگروید و همیخیل. این فکری اکو خیالی من که تخیل با تخیلات قدید تراشتگی هم همین خودی همین خیلی. سنگ و کارهای دستی من فکر میکنم ارزشی گرانتر دارن از اون که مثلا امروز تکنولوژی کار رو ساده کرده است برای ساختن هیکل. گفته در فستیوال های بین المللی شرکت ورزیدم، اما کدام فستیوال ها بودن، در کجا بودن؟ یعنی انا اوینده مادر اوینده در خود گرمانیا، در خود یوشکار اولا، در خود یکترینبورگ، بعد انا اکرون در خود رسپوبلیک خلقی اکسپو 2010 اشتراک کردم. بعد در اینجا ویستافکوی رسپوبلیکی میشید 8 سالگی 7 سالگی ما از خود شهر نورک اومده در خود اتفاق رسامون با همین کارو اجادی خودمون اشتراک میکردیم. و استاد چیگونه قبول میکنند کارهای از سنگ از دستی است؟ یعنی خوب قبول میکنند تمام رسامون. یکان فستیوال ها با مثلا جایزه ها گرفتید استاد؟ بله، چندین مراتبه ها، چندین مراتبه ها از طرف اتفاق رسامون پیشنهاد کردن نمیخیل. در بیرون چیگونه است؟ در بیرون بسیار نقض میبینند مردم اروپا، کارهای اجادی من میسازم به نهایت نقض قبول میکنند. بله، زیاد از 10 تا کارهای که همین انا حجمی که شما میبینید و خارج رفتگی است. وقتی که این گونه یک چیزی زیبا مثلا آفریده بشود، این زیبایی زن نامش بهار او، این در جای یکون گریف. وقتی که انا 80 سالگی دوشنبه با وای کردیم، اشتراک کردیم، خود اکادمیک همین انتخاب کرد در وی صف که اشتراک کرد در ریسپوبلیک ریسپوبلیکی، یعنی نمایش ریسپوبلیکوی اشتراک. این سنگ هم میخوا کار کردیم، یک طرفی چهره را من برآوردم، این طرف مویش گفته است. او نمیخیل. اینم فکر میکنم که قریب قالب سنگ همین گونه بود. قریب. و در بعضی از کارها فکر میکنم که سنگ نیز برای شما کمک میکنه. این به همون دوره هخامنشی اینها شباهت دارد. این سنگ توفه، یکی از همون ممکن شاهان باشد چی باشد، خیلی ابراز همین خیلی برآمد در سنگ. این ابرازی موی سفید. خیلی زیبا است. نمیخیل. از سنگ هایی که در اون هیکل تراشیدن، اون که مجسمه ساختن، آسان باشه؟ از همه سنگ سفیدی اوهاک سنگ، بعد سنگ مرمری دشتک.
برای من است برای من قینترش سنگ خورو سنگ دیگر خور. سنگ ها به نهایت برای من آسان است فقط دو سنگ سنگ خورو همین کمتر قین است از زی تراشیدن بعد استاد در نتیجه کاویش های باستان شناسی در قدیم همین گونه هیکل های سنگی زیاد پیدا شدن بله همین گذشتگان ما مثلا خودی تخت سنگین وقتی که همین مغول ها میبینن همین کوه سوراخ دارد بعد یک قشلاق نام شد تیشک توش میمونن اکادمیک بیتفینسکی در کتابش در کتالوگش نوشته است که بلیزی قشلاقه تیشک توش نخواهد ست خرم اوکسا خوب. این کاری اولین ایمان است خوب نومش سفرگل رنگی سنگ نیز عجیب است و یک کار دیگر این است چهره مرد است آه چهره پسر بچه پسر بچه است پسر بچه و موی سرش نیز عجیب است این سنگ هم این گونه بود؟ نه من تراش نمینم این سنگ خودش نمین مانند چرکنجا بر این کلام بود کلام. من خودم همه حرکت کردم که خیلی موی سره و اکنم خیلی زحمت کشید فکر کنم بله. بله سال 74 من به نزد پدرم اومدم همه خوم های کلان تقسیم شده است ما هم روی بی بی کلان همون می ساختیم من فکر کردم که همین از کرم که اگر سازم با مانند همون بی بی کلان هم کرو ایبین می رود بیا همین مقصد گذاشتن که چقدری که جدیات میکنم از سنگ تراشم اینها پس اثر من نبیره و عبیره دیگر آدمان و تماشابینان این تماشا میکنند این در نتیجه پسر بچه. تمامی حدیثه های مثلا طبیعی نیست تا باور هستن نمیتر بله این از سال 1974 تا همین روز ایسود است در زیر برف و بارون برف و بارون هیچی نمیشد این مرمری دشتک بلو سنگ های خصوصیت دارن که رنگ هایشون طبیعی است بله این رنگ را نمیشود نه هم چه خیلی کس باید هم خیلی تراشده شود خب تشکر زیاد خسته نباشید و ما امروز یک کمی از بحر ایجادیات شما واقف شدیم کمی در واقع جمهوری و همین حرکت میکنم که زیبایی پرستی در هر یک شخصیت در هر یک خواننده شود که مین بعد همین خیلی با زیبایی پرستی در تمام جهان ما صنعتی خود صنعتی هیکل تراشی صنعتی کلاهگیری نشان دهیم که یعنی گویان که چقدر تاجیکان وقتی که آرکیولوگ ها میکوبند مثلا شهرهای هولبوکا شهرهای تخت سنگین کفر قلعه حصار فقط هیکل میبرد یکی سر از 5000 سال پیش توچگو در اونجا هیکل سنگی پیدا کردن سنگلی کلول از سنگ پیدا کردن در وادی سور در وادی کلوب از سنگ من نوشتگم درباره دوره برنج برنز ویک هیکل هایی که اولین در تاجیکستان پیدا شدن درباره همین من کار علمی دارم مقاله چاپ شد در خدی اکادمی فن ها بنابر همین سبب من فکر میکنم که اونجا که هیکل است اونجا شهرهای بزرگ است اونجا تمدن است تمدن است فرهنگ است هنر است سلامت باشید استاد خسته نباشید همین هیکلی عجیب و زیبا از سنگ بنیاد شده است از سنگ ساخته شده است و تقریبا 5 خانوم است در اینجا هر باره که من از اینجا رد می شدم انقریب هر روز در ذهنم سوال پیدا می شد که همین هیکل رو کی ساخته است؟ اصلا معرفی اون کیست؟ زیرا یک کاری هنری خیلی زیبا است و امروز ما به این سوالی خود جواب یافتیم قهرمان امروزه برنامه می گویند که محمود بابایف همراه استادش در زمان جوانی همین هیکل رو ساخته بود و امروز در نزد مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه از دوستان عزیز برنامه میگویند کی بود با ما باشد خیر